در این رابطه جمشید برزگر روزنامه‌نگار با ما همراه هستن. خیلی خوش آمدید جناب برزگر. حکومت ایران اعلام کرده که بکتاش آبتین رو به خاطر عقیده و گرایش فکری خاصی زندانی نکرده. بکتاش آبتین می‌دونیم یه شاعر و فیلمساز بود. واقعا چه دلیلی برای بازداشت ایشون وجود داشت؟ چه اتهامی داشت؟ ببینید، خب این در واقع روی دیگر سکه کشتار و سرکوب در جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی هرگز مسئولیت اقداماتی رو که انجام داده در زمینه نقض حقوق بشر که در مواردی واقعا پرونده های بسیار بسیار فاجعه آمیزی است که جان ده ها صدها و بعضی هزاران انسان در میان است. مثلا شما فرض بفرمایید در مورد پرونده کشتار 67 هم مسئولیتی به عهده نمیگیره، در مورد شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی هم مسئولیتی به عهده نمیگیره. اتفاقا در فیلمی که آقای رسولوف که الان در بازداشت به سر میبرن ساختن و در تلویزیون شما پخش شد، به روشنی نشون داده میشه از طرف اعضای خانواده که در تماس بودن، همسر و برادر بکتاش آبتین، که عملا بر این شکلی که در پیش گرفته شده بود با توجه به وضعیت جسمی و بیماری آقای آبتین یک قتل برنامه ریزی شده بوده. شاعری رو که با در واقع پابند و دستبند زنجیر به تخت ببندن با اون شرایط کرونایی و اجازه دسترسی ندن به تحقیل بیاندازن، اینا همه در واقع نشانه های عمدی بودن قتل اوست. و بکتاش آبتین عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران بود، کانون نویسندگانی که خودش رو موظف و متعهد به دفاع از آزادی بیان بی هیچ حس و استثنایی برای همگان میدونه. بنابراین جمهوری اسلامی به طور کلی موافق هر نوع اندیشه و تفکری است که بنیانهای خودکامگی و استبداد دینی رو زیر سوال میبره. و می‌دونیم که آقای آبتین مدت‌ها بیمار بود موقع که در زندان بود و اینا الان گفتن که از امکانات درمانی بهره‌مند شده بود، گفته بودن اصلا فرستاده بودنش بیمارستان و اونجا در بیمارستان بود که فوت کرده. بله، خب ببینید، این واقعا زمان زیادی از قتل بکتاش آبتین نگذشته، ولی مقامات جمهوری اسلامی طوری صحبت می‌کنن که انگار دهه ها یا قرن ها از این فاجعه گذشته. خب همگان به خوبی شاهد هستن بیانیه هایی که در اون زمان منتشر شد و درخواست هایی که فعالان سیاسی و مدنی می کردن، همبندیان آقای آبتین، خانواده آقای آبتین پیگیری می کردن که او زودتر به زندان منتقل بشه، ولی تعمدن به دلیل عدم موافقت بازجو این اتفاق نیفتاد. او بسیار دیر به بیمارستان منتقل شد و در بیمارستان هم در شرایط به هیچ عنوان مناسبی قرار نداشت. آقای پناهی، فیلمساز مشهور، هم که جایزه های جهانی زیادی هم بردن، به زندان اوین منتقل شدن. خودشون قبلا گفته بودن که بازداشتشون آدم ربایی هست. چرا اصلا جمهوری اسلامی با هنرمندان و شاعران مشکل داره؟ ببینید، در این تحلیلی نیست که بازداشت جعفر پناهی آدم ربایی است. او به درداد به دادسرای زندان اوین رفته بود برای پیگیری وضعیت دو دوست و همکار خودش، آقای آل‌احمد و آقای رسولوف، ولی می‌بینیم که به دلیل خشم قاضی عملاً هیچ نوع قانونی به هیچ شکل ممکنش رعایت نمیشه. او بدون اطلاع خودش، بدون اطلاع خانواده‌اش، وکیلش، ناگهان بازداشت میشه، به زندان برده میشه و میگن بعد 6 سال در اینجا بمونی. یعنی هیچ یک از آداب ابتدایی آیین دادرسی رعایت نشده. از همون سال 60 که در واقع شاعرانی با بازداشت شدند، سعید سلطانپور بازداشت شد در مراسم عروسی خودش و بعد اعدام شد، تا مختار محمد جعفر پوینده، تا محمد مختاری که روبوده شدن و به قتل رسیدن، تا بکتاش آبتین، تا همین سه فیلمساز عزیزی که در زندان هستن، همواره بهای در واقع مقاومت خودشون در مقابل استبداد، سانسور و سرکوب رو و همراهی با مردم رو پرداختن. سپاسگزارم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار همراه ما. ممنون.